عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة. أبي هريرة صحابي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم روايات مكان حديثة كي يك روز يو شب بود يو روز بود پیغمبر صلى الله عليه وسلم از خونشون برومدن فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما رفيقشون أبو بكر وعمر خدا از اینها روزی باشد رفيق پیغمبر خدا بودن. فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع. پیغمبر صلی الله علیه و سلام با ابوبکر و عمر گفتند: در این ساعت شما را چه خانهاتون بیرون کرد؟ ابوبکر و عمر در جواب گفتند که فرستاده خدا گشنگی، یعنی گرسنگی، ما را بیرون کرد. قال پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتند: و انا والذی نفسی بیده لاخرجن الذی اخرجکما قوما. پیغمبر گفتن: قسم به خدا منم همی چی بیرون که منم به حد گشنه موندم در خونه گشنگی، منم بیرون برامدم. قوما گفت: هر دوتون بخیزه. فقاما معه، ابو بکر و عمرم با همراه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خیستن. فعطا رجل من الانصار، خانه یکی از مردم های مدینه آمدن. فاذا هو لیس فی بیته، این مرد خونش نبود. فلما رأت المرأتو، وقتی زن این مرد دید پیغمبر قطعی دید تیارش، قالت گفت: مرحبا و اهلا، خوش آمده، خوش آمده، نوری دیده تاجی سر، خوش آمده. فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم: این فلانون. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم گفت: فلانی در کجای؟ قالت: ذهب یستعذب لنا الماء. گفت زنش که این صاحب خانه خوجاینم برآمده تا اینکه برای ما آب بیاره. از جا الانصاری، و این هنگامی مرد مدینه بودگی آمد. فنظر الی رسول الله صلی الله علیه و سلم و صاحبیه، به سوی پیغمبر و دوستاش نظر کرد. ثم قال، بعد از این مرد گفت: الحمد لله ما احد الیوم اکرم اضیافا منی، قسم به خدا امروز برای من بهترین مهمانای دنیا خانم اومده، این خل مهمانو را دیگر خونه من نمیبینه. فانطلق فجاءهم بعزب فيه بصر و تمر و رطبون. پس این مرد رها کرد و آمد نزد اینها، آبی سلخین آورد و یک چند شاخچه از خرما در پیش ابوبکر و عمر و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. فقال کلو، گو بخره. فأخذ المدیت، کردش گرفت و حرکت کرد. فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم: ایاک والحلوب، احتیاط کن که گوسپند و بز شیردار نکشی بو، ذبح نکنی بو. فذبح لهم فأکلوا من الشات، پس برای اینها گوسپند را قربانی کرد، اونها پیامبر قدی یاراش خوردن. و من ذلک الازق، از این آب سلقین فشریبو، خوردن و نوشیدن. فلما ان شبعوا و رووا قال رسول صلی الله علیه و سلم، سیر کردن، راحت کردن، خیسن در حرکت بدن. پیغمبر خدا برای ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما گفت: والذی نفسی بیده، قسم به نام آن خدایی که جان من در دست اوست، لا تسالون عن هذا النعیم یوم القیامت، از این نعمت ها هممون فردای قیامت میپرسند. اخرجکم من بیوتکم الجوع، که ما را گرسنگی از خانمون بیرون کرد. ثم لم ترجعوا حتی اصابکم هذا النعیم، هیچ بعد از آن ما باز نگشتیم حتی که برای ما این نعمت رسید، خوردیم، راحت کردیم، اگه از این نعمت ها خدا ما را میپرسه. حدیث امام مسلم روایت کرده است. ابوبکر و عمر گفتن: با وجود این قدر ما گشنه و گرسنه ایم، هیچ نیست، با ما را میپرسه. جناب پیغمبر گفت: آبی سلقین نوشیده، نون جویر خورده. گفت: بله. گفت: این نعمت زیاد میشه و که یک ساعت پیش چه حال داشته، چه روز داشته، چی شما را قطعی من ای خونه بیرون کار گرس نگی؟ اگر گفت خدا این نعمت ها میپرسم. آبا ان صحابت بعد الهجرتی و قیفو انفسهم و اموالهم فی سبیل الله، صحابه ها را بزرگیشن نبینین که بعد هجرت به مدینه آمدن، همین خل در رای خدا پول مالشون دادن که دیگر نداشتن شرایط که شکمشون سیر کنن، انم خیلی گشنه بودن.
یعنی بعد اسلام در گرویدن آمدن مدینه همین خیلی پول مال صرف کردن در این را که ابو بکر صدیق خیلی تاجر کلان بود، خیلی سومی کلان داشت. بعد هجرت حضرت دیگر هیچی نداشته شکمش سیر کنه. حضرت عمر خیلی پولی کلان داشت. بعد هجرت میگه در ره اسلام دادن هیچی نمون که شکم سیر کنن. صحابه بعد اسلام بین که چخیل در ره خدا دادن هیچی نمون، به درجه ایشیدن که حتی شکم سیری خواه دیگر نون نمیوختن بخورن. انم خیلی روزا بالای سرشان آمد. لذالک کان تمر علی بعضهم اوقات و لیس عندهم ما یاکلونه. بعضی حالت ها اینش خونه اینش می اومد، بعضی وقت ها اینش خونه اینش می اومد نمی یفت نان که بخرم. انم که روزو بود میگه در صحابه. حضرت ابوبکر صدیق میگه که ما مدینه اومدیم و پیغمبر خدا زندگی کردیم، یگان وقت سحر خروج گفتگیم بیگانه بیگا خروج میفتیم سحر نه. این همی خیلی 10 سال عمر من گذشت، من نبود میگه چیزی. انم که روزا رو ما گذروندیم. و کانوا یتعاونون فیما بینهم، لیکن با یکدیگریشان معاونت یاردم میکردن به نصیحت و به صبر و به معویزه ها که دل مونده نشوی، زیغ نشوی. این روزا میگذره که الحمدلله ما امروز خیلی در نعمتیم، ما بسیار در نعمتیم، به نهایت ناشکری میکنیم. خودمونم، فرزندامونم، اهل ایالمونم، پدر و مادرامونم، ناشکریمون زیاده. ما این خیلی امتحانو نشتیم ولی برای گشنگی. امروز خیلی دسترخانی ما پر رای، خیلی آشخانه های ما پر رای، اما با مایل در اسلام هیچ خدمت هم نکرد. صحابه را بین چه خدمت کرد؟ با یادگریشون میگه نصیحت میکنه، زیغ نشاو میگذره، زیغ نشاو میگذره. و هذا لا یمنع ان یکون احیانا فی سعه یاکلون و یتنعمون. در یک اونجا اسلام من نشده گاه گاهی که بخری و راحت معیشت به سری، برای پیامبر به سری خورده بوده، گاه گاهی پیامبر به سری خورده بوده. اسلام در من نشده که شما به سری نخری نه آشامی ای نیمه تو بخری به آشامی، لیکن ایرم نغز دانین که پیغمبر ما قطعی ابوبکر صدیق عمر گاه گاه سر میکردیم بسیار نه. میگم ممکن ما خوش میگذشت یا مراتیو میگه و اشکم سری میخونه نگونچ. بسیار بعد مستی هم کردن در کار نیست، زیرا اینکه مستی زیاد انسان رو چیکار میکنه؟ غافل میکنه. و یستعذب بعضهم الماء و یجنل ثمر، و گاهی میشه که از آب سلقین، گاهی میشه که از خرما سیر میکردیم. پروردگارو برای ما نعمت شکر ارزانی گردان، برای ما نعمت قدردانی را ارزانی گردان. از آفت و بلا ما را نگهبان باش، از قشاقی کمبغلی ما را نگهبان باش، از امتحانای وزبین خدایا ما را نگهبان باش. آمین آمین یا رب العالمین.